شاهرخ شاهید خب یه پیشکسوت نسبت به ما محسوب میشه به خاطر اینکه به هر ایشون در ایران خواننده بودن و ماها بعد از داستان های شورش وقتی اومدیم لس آنجلس اینا اینجا خواننده شدیم ولی در راه مبارزه شما گفتین و حکومتی که طرفدار ایران نبود که چی دشمن ایران بود همیشه و هنوزم هم هست چیزی که مهم بود این بود که بین اونهایی که از زمان اه اه محمد رضا شاه خواننده بودند زمان پهلوی ها خواننده بودند شاهرخ جزء یکی یکی ایشون بود یکی آقای ستار که اینا جزء پیشکسبتهایی بودند که مردانه در مبارزه ایستادن هیچ وقت نه نگفتن خب همین الان اگر شما مجلس ترحیم رو توجه کردین آقای مسود امینی داشت صحبت میگم میگفت خواننده ها وقتی بهشون یه ترانه میدادم یه شعر میدادم راجع به مثلا مبارزه یا اعتراض میگفتن آقا ما می‌خویم بریم ایران بیام آقا ما زندگی داریم راست میگه تمام این چهل سال منهای این یک سال و نیم دو سال گذشته اینگونه بود ولی از زمره کسانی که هرگز حتی فکر نکردم به این مسئله که برای ما خطری وجود داره مرحوم زنده یاد شاهرخ بود شاهرخ شهامت غریبی داشتین من واقعا قبطه میخورم به اون شهامتی که نشون میداد و واقعا وقتی صحبت میکرد من نمیخوام بگم خودم اینجوری هستم ولی واقعا هرگاه صحبت میکرد من فکر میکردم دنگاه داره دل من هم صحبت میکنه و این واقعا ستودنی بود یه خاننده ای که میدونه میدونه اگر صحبت بکنه روزیش بریده میشه روزیش که میگم یعنی از طرف کنسرت و کنسرت خداوند روزی روزی همه ده. ولی اون کسی که میدونه که درآمدش قطع میشه اگر که حرفی بزنه و میزنه اون خیلی به قول بچه های ایران ایول داره و من واقعا ازش آموختم شهامتش و شجاعتش و مردونگیش و معرفتی که به مردم نشون داد در روز مبادا ببینید این مردم اگه نباشن ما هنرمنده از کوچیک تابوزه کی هستیم چی هستیم کی اصلا اگر مردمی وجود نداشته باشه کدوم آهنگ؟ کدوم ترانه کدوم هیت کدوم کنسرت کدوم شو مردم که مهمن و میشه مگه این مردم زیر ساتور باشن زیر پرس باشن زیر فشار باشن زیر فقر باشن زیر فحشا باشن زیر فساد باشن و ما بشینیم هنوز آهنگ دلی دلی بخونیم شاهرخ از زمره هنرمندانی بود که این گونه رفتار نکرد در روزی که مردم نیاز داشتن براشون خوند براشون فریاد کشید و آخرم متاسفانه با آرزو این که میخواست بره و در کشورش در خاک ایران اونجا خاک پاری براش انجام بشه اتفاق نیفتاد